سلام رفقا حال احوالتون چطوره امیدوارم که حالتون خوب باشه پارسا هستم اینجا چنل خودتونه مهندس عمرانم در انگلیس اگر نمیدونستید و تازه اومدید یه بار واسه همیشه میخوام پرونده این که تو انگلیس چقدر حقوق میگیریم و چقدر ته ماه واسمون میمونه و اینها رو کلن ببندم تون یعنی دیگه یه جوری باشه که دیگه خدای خودتون برید نگاه کنید از این راهی که دارم بهتون نشون میدم و جواب بگیرید یه سایتی هست به نام سایت گلاس دور اینجا من الان براتون بازش هم میکنم گلاس دور یوکی این سایت گلاس دور deserve سرچ یو that جاب you back بک اینم چیزشه شوارشونه شما این سایت رو که باز میکنید این یک سایت کاریابیه علاوه بر این شما میتونید مقایسه کنید حقوق حالا جایی که آفر دارید ازش یا حقوق جایی که دارید واسه اپلای میکنید رو با تایتل همون با همون تایتلی که دارید واسه اپلای میکنید توی مثلا شرکت های دیگه یا مثلا توی شهرهای دیگه حالا چجوری؟ شما مثلا یه جابی رو مد نظرتون هست مثلا این جاب رو ما میگیم مثلا چی بگیم رجیستر نرس مثلا رجیستر uh, نرس اینو میزنیم برامون uh, تمام پوزیشن های رجیستر نرس که بهش میگن آرن فکر کنم حالا من کاونتری هم واسه من کابنتری آورده این مثلا میتونیم بکنیم برمینگام و اینجا بهتون نشون میده که درآمد حقوق رجیستر نرس چقدره شما وقتی به عنوان رجیستر نرس میاد اینجا بند پنج هستید خوب بند بند پنج ببخشید یعنی بند شیش رو برمیداره میاره بند شیش حقوقش با بند پنج فرق داره گرید داره دیگه بند پنج مثلا انتری لیولشه برای بند پنج بند پنج استف نرس نومن پاور سنتر بین 28 تا 35 هزار تا 28 هزار تا حقوق معقولیه واسه بند پنج خب حالا میخواید صرفا ببینید که مثلا Uh, تو فکر اینید که مهاجرت کنید میخواد ببینید که اصلا آقا مهاجرت کردن به دردتون میخوره و اصلا میصرفه به واسطتون یا نه شما میاد اینجا تو قسمت سلریش وای میستید نگاه میکنید میاد تو قسمت سلری اینجا مثلا جاب تایتل رو سرچ میکنید مثلا جاب تایتل من سکشن انجینیر uh, سیکشن انجینیر این هم مثلا بکنیمش برمینگام حقوق شهرهای مختلف با هم فرق داره ببینیم که سلری چه میگه رنج گفته چقدر گفته بین 37 هزار تا تا هزار تا مثلا شما میاد پایین تر بلفور بیتی که یکی از شرکت های خوب عمرانی دنیاست پوزیشن سیکشن انجینیر گذاشته 40 تا هم داره پول میده یا لینون اوروک اومده گذاشته 41 هزار تا پاینتر هم هست تیلور وودرو مثلا سی و یک تا ۳۷ هزار تا و حقوق که نگاه کردید مثلا خوشتون اومد که ببینید که مثلا اون کمپانی که این کار رو داره با این هو ارائه میده کمپانی خوبی هست یا نه روش کلیک میکنید مثلا برفور شما میاید وارد صفحه این کمپانی میشید دیگه همه چی اینجا هست واسهتون از اوورویوش که شما میتونید ببینید کمپانی اوورویو چیه و سالری ها س... و این سالری ها توسط افرادی که واقعا توی اون شرکت کار میکنن ثبت شدن مثلا اینجا 3100 تا سالری مختلف ما توی برف و بیتی اینجا ثبت شده داریم توی انجینیرینگ از کوانتیتی سروین که مثلا میشه کسی که متر برآورد پروژه رو انجام میده تا پروژه منیجر بایر سایت منیجر فایننس منیجر کانستراکشن منیجر گریجویت کانستراکشن منیجر بیا مثلا یه دونه پروژه منیجر ببینیم که در حوزه کانستراکشن چقدر میگیره 56800 داشتم میگفتم 56870 تا میگیره بعد شما میتونید بیاید اینجا توی جاب ها ببینید که برف چه جاب هایی رو الان داره ارائه میده و شما میتونید واسه شپلای کنید گرجی سیویل انجینیر سایت انجینیر سایت انجینیر حقوقش هم 22 تا سی 25 تا 35 سی سیکشن انجینیر 27 تا 40 سایت انجینیر دوباره سایت انجینیر همجور میایم پایین تمپر ورک دیزاین انجینیر 35 تا چه اینو میتونیم بریم راجب مثلا NHS که برای کسایی که کادر درمانن و اینها هم میتونیم نگاه کنیم مثلا ریتینگ NHS سه و از 5 ریتینگ کاملا معمولی شما میتونید بیاد اینجا قسمت اینترویو ببینید که چه سوال پرسیده شده اینجا قشنگ ملت اومدن تجربه خودشون رو توی اینترویو ها نوشتن میتونید ریویو های مربوط به اون رو بخونید که اینجا مثلا یکی پنج ستاره داده چیز خاصی نگفته این قشنگ میتونید چیزش کنید دیگه مثلا مست پاپیلار بکنید مثلا چه میدونم highest rating, lowest rating, most recent one که ببینید واقعا مثلا کسایی که همین چند وقت اخیر سر کارشون با NHS بوده اوزاشون چطوری بوده یعنی هپی بودن کار کردن توی NHS واسه خوب بوده نبوده اه... یه دونه دیگه هم نگاه کنیم مثلا الدی اه... الدی یه سوپرمارکت آلمانیه که خیلی جاهای دنیا شعبه داره و قیمت هم خیلی پایینه به خاطر اون سیستم فروششونه که قیمت هاشون پایینه حقوقاشون رو ببینیم ببینیم چه جوریه توی الدی مثلا استور اسیستنت که فکر کنم استور اسیستنت یه کار مثلا جنرال حساب میشه 22372 وقتی این بالا میبینید نوشته very high کانفیدنس یعنی که این 22372 پوند در سال و این ویری های کانفیدنس نشون میده که این عدد داده دقیقیه واسه Assistant سالری استور Assistant سالری اما این همه داستان نیست شما مثلا فکر میکنید که Project Manager 60 هزار تا میگیره یا مثلا فکر میکنید که نرس مثلا 28 هزار تا میگیره در حالی که شما باید ببینید که چقدر ازش تکس کم میشه و چقدر در نهایت به جیبتون میمونه سایتی هست thesalarycalculator.co.uk توی گوگل سرچ کنید salary calculator UK واسه تون اینو میاره خیلی خوبه ما مثلا اینجا میزنیم میگیم شما کادر درمانید پذیرش کاری گرفتی پاشدی اومدی انگلیس چقدر ته؟ سی هزار تا واسه سال اول شهرت هم لندن نیست سی هزار تا رو اینجا میزنی I want to see breakdown for a salary کلکولیتر میزنی شما سی هزار تا در سال حقوقت باشه خالصی که میبری خونه هر ماه بهت پرداخت میشه دو هزار و سی و پونده اوکی دو هزار و سی و پونده. اینجا ما یه دنیا باز میکنیم ببینیم که خرج و دخلمون چطوری در میاد 2035 تا 750 تاش میره واسه اجاره یه اتاق مثل همینی که من توش دارم زندگی میکنم 250 تاش میره واسه خورد و خوراکتون 100 تاش میره مثلا واسه آخر هفته هاتون البته به سبک زندگیتون هم داره ها 250 تاش هم میره واسه حمل و نقلتون که به اون جایی که حالا میخواید برید برسید 250 تا هم اینجا کم میکنیم 685 تا هزینه های جانبی هم دیگه ما مثلا 100 تا به در نظر بگیریم دیگه در نهایت یعنی ته ماه با حقوق 30000 پوند در سال شما 585 پوند ته جیبتون میمونه که میتونید سیوش بکنید که ضرب در 12 بکنیم میشه 7020 پوند آیا 30000 پوند مقدار کافی هست که شما بتونید یک زندگی راحت رو داشته باشید واقعا بستگی به سبک زندگی شما داره ولی خب میشه زندگی کرد با این پول و خیلی ها هم هستن که با این پول دارن زندگی میکنن فکر کنم کامل و جامع توضیح دادم دیگه که مثلا پول چجوری و اینها و درآمدتون چه جوری حساب میشه ته ماه چقدر میرسه دستتون که اینجا تو این سایت بهتون نشون دادم تصمیمش دیگه با خودتون که ببینید به دردتون میخوره بیاید انگلیس یا نه و یه مسئله دیگه هم بهتون بگم که مثلا یه سری میپرسیدن که خونه میشه خرید یا نه خونه شما مثلا ما میگیم درآمدتون سی هزار تاست چهار و نیم برابر این درآمدتون بهتون وام میدن ضرب در رو نیمش میکنیم میشه 135 هزار پوند اوریج قیمت خونه توی انگلستان خونه ای که یعنی مثلا خونه هم خیلی داستاناش اینجا زیاده یعنی یه سری خونه ها هستن شما مالک بنایی مالک زمین نیستی و بعد اجاره زمین به پردازی تا آخر عمره یه سری خونه ها هستن که تو مالک زمین و بنا با همی خیلی داستاناش پیچیده است Uh, ولی اوری قیمت خونه 285000 پونده و شما با حقوق س... 30000 پوند در سال 135000 پوند میتونی وام بگیری خب میتونی یه فلت یا آپارتمان 135000 پوندی بگیری هست وجود داره تو لندن که قطعا وجود نداره داریم راجب به بغیر از لندن حرف میزنیم مثلا برمینگام مثلا لیورپول مثلا ناتینگام میتونی یه دونه فلت یه خوابه توی آپارتمان بخری 135000 تا کاملا شدنیه و مثلا واسه 135000 تا هم تقریبا ماهی بعد 900 تا پس بدی اگر هم مثلا پارتنر داشته باشی جفتتون با هم کار کنید خب درآمد جفتتون با هم جمع میشه و زب در دوباره 4.5 میشه و میتونید می مثلا واسه یه خونه بهتر اقدام بکنید و اگرم هم بخواید مثلا یه خونه گرونتر بخرید و وام بهتون 140 هزار تا بدن ما بقیش رو باید قطعا دپوزیت کش بدید امیدوارم که به دردتون خورده باشه به نظرم این فرایندی که بهتون نشون دادم میتونه سوالهاتون رو پاسخ بده اگر خودتون انجامش بدید دمتون گرم که هستید تا ویدیوی بعدی هی hey, من اونور رو نگاه میکنم میگم دوربین اونوره ولی دوربین اینوره خدافظی